به نام ایزد تبارک و تعالی عرض سلام و روز بخیر داریم با حضور تک تک شما بینندگان عالی قدر. روزتان خوش. امروز هم از طریق برنامه روشنا از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری در خدمت شما هستیم با موضوع آموزه‌های دینی سوره لقمان. دوستان، تربیت به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات علوم انسانی در جامعه و در ادیان مختلف مورد بحث قرار گرفته و مورد توجه بوده، به خصوص در دین مبین اسلام. از تربیت به عنوان یک راهبرد اساسی برای رسیدن به سعادت انسان‌ها استفاده شده و در قرآن کریم روش‌ها، اصول، مبانی و شیوه‌های مختلفی را بازگو کردن خداوند متعال تا ما به سعادت دنیوی برسیم و هدف از او تزکیه نفس و سعادت انسان هاست. امروز با موضوع آموزه‌های قرآنی سوره لقمان بحث و گفتگو می‌کنیم با کارشناس محترم برنامه، خانم نفیسه فتحی. سلام، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، طاعات و عبادات همه عزیزان و همچنین شما مورد قبول ایزد منان قرار گرفته باشد انشاءالله. سلامت باشید. همونطوری که شما فرمودید، امروز با آشنایی اجمالی هرچند به مناسبت ماه مبارک رمضان، بله، در مورد سوره لقمان و اون آموزه های تربیتی که میتونه بر ما داشته باشد و پیام اصلی این آیه در خدمت شما و عزیزان خواهیم بود. سپاسگزارم از شما خانم فتحی. بر ما از سوره لقمان بگین که چرا از سوره لقمان به عنوان یک منشور تربیتی میشناسن در قرآن کریم و یک خداوند سر او تاکید کرده، و چرا آموزه های تربیتی حضرت لقمان انتخاب کردن برای اینکه ما او را به عنوان الگو قرار بدیم جهت تزکیه انسان و شخصیت سازی؟ بله، خب ما در همه آموزه های اسلامی مراجعه‌ای که داشته باشیم می‌بینیم که از تربیت به عنوان یکی از مهمترین امری که در رابطه زندگی انسان هست یاد شده، چی در قرآن چی در روایات ما. اما یکی از سوره های بسیار مهمی که در اینجا صحبت کردن و لقمان به عنوان یک الگو برای ما معرفی شده است، همین سوره لقمان هست. خب سوره لقمان یک سوره مکی است، یعنی در مکه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده. 34 تا آیه دارد. وقتی بخش های این سوره را مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم مفسران ما نکات بسیار خوبی از این سوره برای ما به دست میدهند و نکات تربیتی خوب برای ما بیان کردند. خب در بخش اول این سوره میبینیم که مسئله مبدأ یعنی توحید، مسئله معاد و مسئله نبوت مورد تاکید این آیه هستش. یعنی چند تا آیه در مرتبط با این مسئله می باشد. در بخش دیگر از آیات، قرآن به عنوان یک نشانه از خداوند، به عنوان رحمت، به عنوان هدایت، برای چی؟ برای چی کسانی؟ برای مؤمنین توصیف شده. بله. و در بخش دیگر از این آیات که انشاءالله مورد بحث ما خواهد بود، از آیه 12 تا 19 این سوره نکات تربیتی، آموزه هایی که بسیار راهگشا است، هم در حوزه تربیت اعتقادی برای ما و فرزندان ما و هم در حوزه تربیت اخلاقی از سوی لقمان بیان شده است. خب شما می دانید که قرآن کتاب هدایت ماست، کتاب تربیت ماست. درست است که اینجا لقمان به عنوان یک الگو برای ما معرفی شده است. بله. که چگونه موعظه و نصیحت می کند، اما خب این اختصاص به ایشان نداشته است. قطعا قرآن کتاب همه بشریت است. خداوند وقتی یاد می کنه میگه که برای مردم،
پس ما هم می توانیم به عنوان پیرو اسلام، به عنوان یک انسان حتی آزاده، از نکات تربیتی این سوره استفاده بکنیم. و چه خوب که در این ماه که ماه نزول قرآن است و ما بیشتر با قرآن مرتبطیم و همه عزیزان حتما هر روز قرآن را مطالعه میکنن، میخوانن، خوب است که به نکات این آیات قرآن هم توجه بشود. خب در بخش دیگر باز در مورد خلقت خداوند صحبت شده، مثلا آفرینش خداوند، مثل این که خداوند کرات را آفریده است، باران به با عنوان یک نشانه خلقت خداوند ذکر شده است و همینطور آیا در نهایت به این مسئله به پایان میرسد که معاد خواهد بود و زندگی پس از زندگی این دنیوی ما در انتظار او باشیم. پس ببینیم این سوره اجمال از یک خداشناسی به ما میدهد، در ضمنی که نکات تربیتی فراوان در این هم هست. همونطور که شما فرمودید، تربیت یکی از اصلهایی است که در علوم انسانی و همچنین یکی از اهداف رسولان بیان شده است. یعنی اونها آمدن که انسان را تربیت کنند، انسان را تزکیه بکنند. پس میبینیم که این سوره بسیار یک سوره مهم است که در مسئله هم انسانی که همون علوم انسانی باشد و هم علوم دینی ما بسیار کاربرد دارد. انشالله که ما بتوانیم از این سوره در زندگی ما استفاده بکنیم. سپاس از شما خانم فتحی عزیز. گفتین که آموزه های تربیتی زیادی داره سوره لقمان، میشه که به صورت مشخصتر و رئیستر راجع به این موضوع با ما صحبت کنین که چطور میتونیم به عنوان الگوی آموزه های تربیتی رو در زندگی خود پیاده بکنیم و توضیح بدیم برای ما؟ تربیت عرض شد که بسیار مهم است. بله. وقتی که به روایات ما مراجعه میکنیم میبینیم که توصیه های فراوان در مورد تربیت شدیم. با عنوان مثال در حدیث از امام علی علیه السلام است که میفرمایند بهترین هدیه که یک پدر میتوانه بر فرزندش بدهد تربیت نیکوست. بله. یا امام صادق علیه السلام در جای دیگر وقت حقوق فرزندان را بر والدین می شمارد، علل خصوص اون حقوقی که بر پدر خانواده دارد بر می شمارد، ببینیم که یکی از مسائلی که بسیار مورد تاکید امام هست تربیت فرزندان است. امام می فرماید که چند حق بر پدر خانواده است. یکی این که مادر خوب برای فرزندان خودش انتخاب بکند. دومین حقی که فرزند بر پدر دارد این است که نام نیکو بر او بگذارد و سیومین حقش این است که تربیت نیکو داشته باشد و در تربیت او جدیت داشته باشد پدر خانواده. پس میبینیم که تربیت اساس آموزه های ما هست. خب حوزه های مختلف دارد تربیت. یعنی وقتی وارد میشیم میبینیم که ما تربیت جسمانی داریم، یعنی جسم انسان هم باید تربیت بشه. خب روح انسان هم به طبع به تربیت نیاز دارد. تربیت ما چون حوزه هایش بسیار گسترده است نمیتوانیم به همه اونها برسیم. بر اساس سوره لقمان به دو گونه از تربیت اشاره خواهیم کرد، یکی تربیت اعتقادی است و یکی تربیت اخلاقی. بله. که در همین آیات مورد توجه است. ما تربیت دینی را وقتی بررسی میکنیم میبینیم که تربیت دینی شامل تربیت اعتقادی است، یعنی شناخت های ما صحیح باشد. بله. تربیت اخلاقی است و تربیت عبادی است. بعد وقت باز دوباره مراجعه میکنیم که کدام یکی از اینها مقدم است، کدام یکی از اینها مهمتر است و میتوانه اساس سایر تربیت های ما قرار بگیرد، میبینیم تربیت اعتقادی بسیار مهم است. چرا؟ به دلیل این که شناخت ما، یعنی ما اگر از چیز شناخت خوب داشته باشیم، کامل باشد شناخت ما، اون شناخت باعث میشه که ما نسبت به اون امر گرایش پیدا بکنیم. یعنی عواطف صحیح هم نسبت به اون امر می داشته باشیم. به عواطف صحیح
منشأ گرفته از شناخت ما، باعث رفتارهای صحیح هم خواهد شد. پس می‌بینیم اگر تربیت اعتقادی ما، تربیت شناختی ما خوب باشد، اخلاق ما هم به همون نسبت خوب خواهد بود. رفتاری هم که از خود ما انجام میدیم خوب خواهد بود. پس بنابراین در سوره لقمان که عرض شد، خداوند لقمان را به عنوان یک الگو در امر تربیت بر با معرفی میکند، همی گام ها برداشته شده است. و میبینیم که اساس دیگر تربیت های ما تربیت اعتقادیست. ممنون از شما خانم فتحی عزیز و همچنین سپاس از شما بینندگان عزیز که ما را همراهی میکنید. با یک میان برنامه کوتاه میریم و برمیگردیم. ضمن اینکه بیاد داشته باشین که شما تماس مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شماست. پل ارتباطی ما و شما منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. بفرمایید. خوش آمدیم به ادامه برنامه روشنا. عرض سلام دارم حضور بینندگان عزیزی که همکنون با ما پیوستن. شما بیننده برنامه روشنا هستین از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری و راجع به آموزه های دینی سوره لقمان با هم صحبت میکنیم. ضمن این که در بهار قرآن هستیم، در ماه مبارک رمضان، و چه خوب است که با پای تفاسیر سوره های قرآن هم بنشینیم، ضمن این که تلاوت میکنیم آیه های قرآن. خانم فتحی، راجع به این صحبت کنیم که در همون ابتدای سوره لقمان اولین توصیه‌ای که حضرت فرمودن به فرزندشان دوری از شرک است. چرا این مقوله را اینقدر مهم دانستن که به عنوان اولین توصیه تربیتی او را ذکر کردن در سوره مبارکه لقمان؟ بله، میبینیم که لقمان حکیم چه انتخاب خوبی داشتن. یعنی وقتی که میگیم لقمان یک الگو برای ما میتواند باشد، به همین نسبت است، به همین جهت است. خب وظیفه والدین، حالا میتونه این والد باشد، یعنی پدر و مادر باشد، میتواند مربی باشد، معلم باشد، استاد باشد، یعنی هر کسی که در امر تربیت تأثیر گذار هست از لقمان حکیم الگو بگیرد. خب عرض شد که تربیت اعتقادی مهمترین تربیت است. این شیوه را حضرت لقمان در قرآن رعایت فرمودند. در سوره لقمان وقت آیه 13 را مطالعه میکنیم، اولین وعظ یا نصیحت و موعظه‌ای که لقمان دارد، نصیحت است بر دوری از شرک ورزیدن. که نباید بر خداوند متعال چیز را همتا قرار بدیم و در کنار خداوند متعال او را ما پرستش کنیم یا اطاعت بکنیم. خب در این سوره لقمان می فرماید که و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. ببینیم که اولین نصیحتش این است که شرک نورز، به فرزند خود میگه. بعد دلیل هم بیان میکند، میگه که شرک گناه بسیار بزرگ است. همینجا یک نکته بسیار مهم را عرض بکنم که شما ببینید در تربیت حضرت لقمان چقدر زیبا وارد میشود. همون جایی که شروع میکند به نصیحت کردن، از بنی استفاده میکند که معادل فارسی را میتونیم بگوییم که پسرکم، پسرم،
عزیزم، مثلا ما داریم از اصطلاحات، یا دل بندم. چرا؟ به خاطری که عواطف انسان نیازمند این است که با او به گونه صحبت بکنی، به گونه رفتار بکنی که شخصیت او حفظ بشه. چون نصیحت خود میدانین که یعنی یک بزرگتر، یک کسی که صاحب صلاح است، صلاح طرف مقابل را که حالا کودک ماست، نوجوان ماست، جوان ماست، میداند و حالا یک نصیحت میکند. این نصیحت میتواند در همه امور باشد، مثلا در امور دینی باشد، امور زندگانی باشد، شغلی باشد. خب از لقمان حکیم ما یاد میگیریم که زبان محبت آمیز، زبانی که شفقت در اون باشد، مؤثر خواهد بود. بله. بس شروع نصیحت هر شخصی، چون از یک موضع بالاتر به پایین تر نصیحت صورت میگیرد و روحی جوان ها هم بعضا به این صورت است که شاید نپذیرن به خاطر اون مقاومتی که دارن، شاید بگن ما بهتر از شما میفهمیم، اون غروری که دارن. اما لقمان بر ما یاد میدهد که اگر میخواین به طرف مقابلتان شخصیت بدین و حرفتان تأثیر داشته باشد بر روی او، کلامتان را زیبا بکنین با مهربانی، مهربانی که طرف مقابل هم بپذیرد از ما. پس میبینیم در این گفتگوی شاید بگیم صمیمانه ای که بین لقمان و فرزندش هست، زبان مهربانه یکی از نکات بسیار آموزنده در این سوره هستش، در همین آیه. دو مطلب را اینجا لقمان حکیم بر ما یاد می‌دهد، اینه در قالب نصیحت، که یکی که از شرک باید پرهیز بکنیم. بله. حالا این شرک میتواند به گونه‌ای باشد که متاسفانه حالا چه در زمان جاهلیت بت می‌پرستیدن، یا در زمان حال بعضن هستن، در همین قرن 21 مناطق وجود دارد که به حیوانات یا موجودات دیگر به گونه احترام میکنن که بویی که مقام خدایی دارد، یعنی در کنار خداوند متعال، یا میتواند که مظاهر دیگر داشته باشد، ما جایگاه شخص دیگر رو بالاتر بدانیم، پول را به عنوان قدرت بدانیم. این شرک میتونه مصادیق مختلف داشته باشد، اما اون چیزی که مد نظر هست این که در کنار خداوند چیز دیگر را پرستش نکنیم. و اینجا ما را لقمان حکیم تذکر میدهد، یعنی در قالب نصیحت، که از شرک دوری بکنید. و آموزه دیگر این است که میگه شرک ظلم بزرگی است. بله. بر خداوند متعال. خب شاید ما بگویم که چرا؟ چرا ظلم بزرگ است؟ اول این که ما آمدیم در کنار عظمت خداوند متعال، در کنار یک کسی که بی‌نهایت است، چیز یا چیزهای دیگری که پستر، حتی شاید از خود ما پستر باشد، نه همردیف خداوند متعال قرار دادیم. خب این اولا که ظلم به خداوند متعال است که یک چیز ناچیز و پست ما در کنار او قرار دادیم. بله. دوم این که شاید بگیم که به احترامی و توهین به شخصیت خود انسان است. بله. چطور میتواند انسان یک چیزی که پستر از خودش است؟ خب وقتی ما میگیم خداوند متعال، یعنی اون قدرت بی نهایت که از دست او همه کارها برمی آید. پس چطور میتونه انسان یک موجوده، حالا یک سنگی که به عنوان بت بتراشیدن، یا حیوانات دیگر را احترام بکنند و اون را خدای خودش انتخاب بکنند؟ پس این توهین به شخصیت خود انسان هم هست. پس ما میبینیم که لقمان میگه این گناه بزرگ است که هم به خالق متعال انسان انجام میدهد، هم نسبت به خودش. پس باید از این گناه، از این گناه بزرگ دوری بجویید. شما میدانید که آموزه های اسلامی ما را بیشتر به امیدواری سوق میده، یعنی دین ما دین رجا و خوف است. بله. خداوند اگر ارحم الراحمین است، اشد المعاقبین هم هست. بله. اما رحمت خداوند سبقت میگیرد و
اگر خدای نخواسته شخص باشد که گناه کرده باشد، در طول عمر خودش در اواخر زندگی خودش توبه بکنه، خداوند گفته من او را میبخشم مگر حق الناس برگردن او باشد که میتونه او جبران بکند. بله. اما اون چیزی که بر من خداوند است من از او میگذرم. فقط تنها چیزی که در روایات و آموزه های اسلامی ما که خداوند از او نمیگذرد استثناء شده همین شرک است. این خداوند کسی را که هم ردیف او ما قرار بدیم و مثل او را احترام بکنیم و حتی پرستش بکنیم از این گناه از ما نمیگذرد. و در سوره حج مشخصا اگر ببخشید خانم فتحی که جلوی صحبت شما رو گرفتم، اگر که برای ما بگین که دلیل این تاکید و اهتمام ویژه‌ای که به عدم شرک ورزیدن و دوری از شرک ورزیدن داشتن چی هست و چطور میتونیم که این را بیشتر مورد توجه قرار بدیم در زندگی، چون اشاره کردین به موضوعاتی که مثلا علاقمندی به ثروت یا موضوعات دیگه مثل که احترام بعضی از مردم بعضی از مناطق به حیوانات تو اینها. ما هدف ما به همین است که عرض کردیم که قرآن کتاب هدایت و تربیت ماست. یعنی ما میخواییم از قرآن یاد بگیریم که در زندگی ما او را پیاده بکنیم. بله. صرفا این نباشد که قرآن را بخوانیم. بله. خوب است که در این ماه قرآن مطالعه بشه، خوانده بشه، ثواب هم دارد. اما اون چیزی که ما از آموزه های دین اسلام به خصوص این سوره، یعنی یک سوره انسان ساز است، بر ما یاد می دهد که نوع تربیت انسان چگونه باشد، نوع شناختش چگونه باشد. یاد می گیریم که این نکات در این آیه هست، پس او را در زندگی خود ما به کار بگیریم، مورد استفاده قرار بدیم. خب و ما فکر میکنم که خانم فتحی با توجه به اینکه ما نظام هستی ما بر پایه همین یکی از اصول مهم دین ماست که توحید است برپا شده، اهتمام ویژه سوره هم سوره مبارکه لقمان هم به عدم شرک ورزیدن در همه ابتدای سوره به همین دلیل شاید باشه، درست است؟ بله. خب ما وقتی به اصول عقاید مراجعه میکنیم، یعنی یکی از اولین اصل های ما توحید است. بله. اینکه خداوند را یکتا بدانیم. بله. بعد مسئله نبوت و معاد و امامت و عدل و اینها پیش میاد. پس وقتی ما بحث میکنیم از تربیت اعتقادی، یعنی اینکه شناخت ما نسبت به این پنج تا اصل که در مذهب ما وجود دارد. بله. و سایر برادران دینی ما هم مشترکن، یعنی اونها هم خداوند رو به عنوان یگانه قبول دارن. بله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رو به عنوان نبی قبول دارن و همچنین معاد را. بله. خب ما اولا که خود ما باید تربیت بشیم، یعنی شناخت های ما نسبت به خداوند متعال، خداشناسی ما صحیح باشد. بله. امامت ما، نبوت ما، معاد ما، اینها اگر ما شناخت ما نسبت به اینها صحیح باشد، سایر حوزه عبادی ما که عبادت های ماست درست خواهد بود. دقیقاً همین. خب همین شیوه رو می‌بینیم که حضرت لقمان رعایت کرده، یعنی در آیات بعد از 13 در فکر کنم آیات 16 و بعدش نکات رئیشان به فرزند خودش می‌فرمایند که نکات اخلاقی است. سپاسگزارم از شما خانم فتحی عزیز و تشکر از صحبت‌های آموزنده‌تان. انشالله که شما بینندگان عالی قدر هم نهایت استفاده را برده باشین. یک میان برنامه کوتاه می‌گیریم و بعد از او کماکان در خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل على محمد المصطفى صلوات الله عليه.
ضمن عرض خیر مقدم به حضورتان یک بار دیگر عرض سلام داریم حضور عزیزانی که تازه به ما پیوستن. بیننده برنامه روشنا هستین با موضوع آموزه های دینی سوره لقمان. سرکا خانم نفیسه فتحی امروز در برنامه با ما هستن، راجع به این موضوع صحبت میکنن. بفرمایید خانم فتحی، ادامه بحثتان. ما بحث ما در اینجا رسید که تربیت اعتقادی ما باید یک تربیت درست باشد و میبینیم که لقمان حکیم هم به همین صورت موعظه خودش را درست کرده و خواسته است که تربیت اعتقادی تربیت صحیح باشد. خب عنوان جنبندی اگر خدمت عزیزان عرض کنم که چرا لقمان حکیم شرک را به عنوان یک ظلم بر خداوند متعال میداند، ببینیم که مفسرین ما فرمودند که به این جهت است که اشرف مخلوقات را ما آمدیم مقایسه کردیم یا در ردیف او یا در کنار او اخص موجودات، یعنی پسترین موجود، مثلا سنگ، مثلا حیوان، در کنار خداوند به عنوان خدا قبول کردیم، به عنوان رب قبول کردیم. پس این یک ظلم است. یا این که خداوند متعال دارای نعمات فراوان است. خب در همین سوره میبینیم خداوند از کرات آسمانی صحبت میکند. ما در معرفی اجمالی سوره گفتیم که در باره مخلوقات خداوند صحبت کرده است. خداوند میفرماید که یکی از نشانه های خلقت ما این است که آسمان ها را آفریدیم و اون آسمان ها یا کرات آسمانی بدون ستون یا ستون نامرئی است. یعنی در بالای سر ما آسمان قرار دارد بدون اینکه ستون داشته باشد، بر سر ما فرو بریزد. پس این نشانه عظمت خداوند است. یا نعمت‌های فراوان دیگر، مثلا باران به عنوان یک نعمت است. اگر بر بندگان یا موجودات نبارد، زندگی دیگر معنا نخواهد داشت. و همینطور نعمت‌های دیگری که در این سوره و سوره های دیگر مورد بحث است. پس چطور می شود که صاحب این همه نعمات در کنار کسی یا چیز قرار میرد که فاقد نعمت است؟ یعنی او خودش توانایی دفاع از خودش را ندارد. مثلا یک بت را شما در نظر بگیرید، این بت حتی توانایی خودش ندارد، او تراشیده شده به دست انسان. پس چطور میدان اون به عنوان خدای ما قرار بگیرد؟ پس این یک شرک، یک ظلم بزرگ است. و این دلیلش بود که آمد حضرت لقمان بیان کرد که نف کرد، بری داشت خداوند متعال را از این ظلم و توجه داد فرزند خودش را که از این شرک دوری ببرز. آموزه های تربیتی که ما میتونیم از این سوره برداشت بکنیم، اولین آموزه همین است که تربیت اعتقادی مهمترین تربیت است. همونطور که حضرت لقمان ما رو توجه قرار داده این نکته را، به جهت این که شناخت های ما، عواطف ما و به تبع او رفتار ما را می سازد. پس اگر ما شناخت درست داشتیم، عاطفه درست داریم و رفتار درست هم خواهیم داشت. پس این اولین نکته است که ما یاد می تانیم بگیریم و ما هم به کار بگیریم وقت تربیت می کنیم کسی را که ما مسئول تربیت او هستیم، حالا به عنوان والدین هستیم یا مربی هستیم، سعی بکنیم که تربیت های ما را از اساس شروع بکنیم. یعنی تربیت ها اساسی باشد. و آموزه دیگر این که خود شخص مربی، کسی که میخواهد تربیت بکنه، خودش یک انسان حکیم باشد، فریخته باشد، دانا باشد، همونطور که حضرت لقمان هست. وقت نصیحت میکند، در پی نصیحت خودش دلیل اون نصیحت خودش را بیان میکند. چرا که امکان دارد که از ما، شاگرد ما، فرزند ما سوال بکند که به چه دلیل مثلا من خداوند متعال را پرستش کنم. بله.
یا به چه دلیل مثلا تو حوزه اخلاقیات این رفتار اخلاقی رو من انجام بدم. خب یک مربی خودش اولا شناخت صحیح داشته باشد، خودش حکیم باشد که بتواند دیگری را تربیت کند. پس نکته بعدی میشه که اولا مربی خودش تربیت شده باشد و تربیتش صحیح باشد تا بتواند دیگری را تربیت بکند. خانم فتحی، شما اشاره به شرک ورزیدن کردین و گفتین که شرک ورزیدن خودش یک نوع ظلم است نسبت به خداوند متعال، و ای که من فکر میکنم خود شرک ورزیدن حتی ظلم به خودم هست. شما اشاره کردین که انسان انقدر فهم و درک و درایت دارد که بتونه تشخیص بده و مقایسه کنه خداوند واحد و یگانه را با مخلوقات او، که بتونه اونا را به عنوان شریک قرار نده، از اونها به عنوان شریک، به شریک کسی که مورد پرستش قرار میده استفاده نکنه. اما آیا این ظلم قابل بخشش هست، بخشودنی است یا خیر؟ عرض شد که خداوند متعال همه گناهان را میبخشد. و در جایی که حق الناس باشد به انسان این فرصت هم میده که جبران حق الناس بکند و آنچه که بر عهده خود خداوند است. حالا ما بندگی خوب نکردیم نسبت او، خداوند ارحم الراحمین است، ما را میبخشد. اما خودش تأکید کرده است که تنها چیزی که نخواهد بخشید شرک است. و این شرک هم به لحاظ این که کس را هم ردیف خداوند قرار دادیم، یک نوع ظلم به خداوند متعال است، و هم به خود انسان، یعنی انسان از انسانیتش تنزل پیدا کرده است و ما میبینیم که اجازه این را نداریم با عنوان بنده خداوند که ذلیل بشیم. وقتی انسان یک چیز پست را مورد پرستش قرار میده و او را احترام میکنند، یعنی شخصیت خودش را پایین آورده است. و به خاطر همین است که میبینیم که در آموزه های ما کیفر بسیار سنگین، مجازات بسیار سنگین برای کسی که شرک میورزد وجود دارد. پس اولا که این گناه بخشودنی نیست، و دوم این که خداوند متعال میگوید که عذاب اون شخص را بسیار عظیم قرار دادیم. در سوره حج آیه 31 وقت خداوند یاد میکنه است کسانی که، یعنی بیچارگی کسان را یاد میکنه که اونها شرک ورزیدن. توصیف اون این افراد را وقت خداوند در این آیه میکنه، میگه مثل کسی است که از آسمان سقوط کند و یا پرندگان او را بربایند و تنباد اونها را به هر سو پرتاب بکنند. یعنی این شخص خودش را ذلیل کرده است به این صورت. خب مثلا شما در نظر بیرین کسی از یک جایگاهی سقوط بکند به پایین، خب این تنزل است دیگه. خب میگه وقتی کسی شرک میورزد به همین نسبت شما اون انسانیتش، شخصیتش میده شده، خرد شده. بس خداوند این را نمی بخشد هیچ وقت، چون این اجازه را خداوند به ما نداده و حتی ما به عنوان بنده خداوند احترام داریم. چطور می شود که ما نسبت به خود ما به احترامی کنیم؟ شرک ورزیدن یک نوع به احترامی هم به خود است و هم به خداوند متعال، و یک ظلم بزرگ و یک ظلم بزرگ است که خود نفس بودن. ظلم خانم فتحی آیا قابل بخشش هست؟ ظلم حالا در هر صورتی که حال شما از نوع شرک ورزیدن گفتین، ما ظلم نسبت به هر چیز دیگری و هر کس دیگری داریم، میشه راجع به این هم صحبت بکنید؟ گناه ظلم گناه بزرگ است، قطعا مورد بخشش نخواهد بود مگر اینکه ما رضایت اون طرف را جلب بکنیم. ما حالا چون در مورد خانواده صحبت میکنیم، یعنی ما عنوان کسی که مسئول تربیت فرزندان هستیم یا شاگردان ما هستیم، خب ما ظلم را نمیپذیریم و ظلم کردن گناه هست. باز شاید بگویم همینجا حضرت لقمان بر ما از عدالت یاد میکنه، بر ما عادل بودن را یاد میدهد. یعنی عدالت را وقتا میبینیم که تعریفش چی بیان کردن، گفتن یعنی هر چیزی را در جای خودش، یعنی در جای صحیح خودش قرار دادن.
خب ظلم یک نوع بی‌عدالتی است، یعنی ضد عدالت است، دقیقاً. یعنی چیزی که باید سر جای خودش باشه در سر جای خودش نیست. پس ظلم گناه نابخشودنی می شود، مگر اینکه ما اگر خدای نخواسته در حق کس ظلم کردیم از او حلالیت بطلبیم که مورد بخشش قرار بگیریم. پس بنابراین می بینیم که آموزه های زیادی در این سوره وجود دارد و یکی از نکات بسیار مهم این است که فرزندان نیاز به موعظه دارند. قطعا نباید ما غفلت بکنیم. متاسفانه امروز نصیحت ها دارن کم رنگ تر میشه. اما اگر اون کسی که ما او رو نصیحت میکنیم، چون نصیحت یعنی اون چیزی که خیر و صلاح طرف مقابل رو ما در او میدانیم، ما صلاحش را در این دانستیم که این کار را او انجام بدهد و میتونیم این را با بیان خوش همونطور که حضرت لقمان انجام داده به طرف ما بفهمانیم. پس بنابراین آموزه های زیاد در این سوره وجود دارد و انشالله ما در این جلسه صحبت ما به همینجا رسید که تربیت اعتقادی مهمترین تربیت است و الگوی ما میتونه حضرت لقمان باشد که به ما یاد میدهد که تربیتتان را چگونه آغاز کنید. انشالله ما در جلسه بعد در مورد باز همین تربیت اعتقادی صحبت میکنیم که چگونه تربیت داشته باشیم که سایر حوزه های تربیتی ما هم صحیح باشد. و جلسات دیگری که در خدمت عزیزان خواهیم بود باز میرسیم به این که تربیت اخلاقی ما به چه صورت باشد که حضرت لقمان این کار را باز انجام داده است. پس بنابراین انشالله وقت قرآن را میخوانیم قطعا به نکات آموزنده او توجه بیشتر داشته باشیم که مخاطب قرآن امروزه ما هستیم و قرآن برای همه اعصار و همه نسل ها هست و کتاب هدایت و راهنمایی ما می باشد. ضمن عرض سپاس و امتنان از حضور گرم شما خانم فتی عزیز، انشاءالله که در جلسات آینده هم با شما خواهیم بود و راجع به موضوعاتی که متذکر شدین بیشتر صحبت خواهیم کرد و ممنون میشیم که شما بینندگان عزیز هم ما را تا پایان برنامه همراهی کردین. فراموش نکنیم که اگر با تمام وجود باور داشته باشیم که خدایی هست که راه گشاست در آنجایی که راه نیست و بدانیم که او تنها کسی است که میداند، میبیند و میتواند، تمام مشکلات ما حل خواهد شد. التماس دعا و شب و روزتان خوش در پناه ایزد منان باشیم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم